دختر بچه‌ای که تنهایی باید تو دنیای سر بکنه که هیولاها بهش حمله کردن. گلاسیا سلام. امروز فیلم استفانی محصول 2017 رو براتون آوردم. یکی از فیلم‌های ترسناک آمریکاست با نمره 58 در IMDb. داستان خیلی خوبی پشت خودش قایم کرده و یه معنا و مفهوم خاصی هم پشتش که حتما آخر فیلم در موردش صحبت می‌کنیم. لطفاً توی کانال سابسکرایب بکنید و حتما این لایک رو بزنید به خاطر اینکه هر چقدر شما من انرژی بیشتری بفرستید تعداد پست‌های روزانه منم بیشتر میشه. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون استفانی رو میبینیم. یه بچه 6-7 ساله که تنهایی توی خونه زندگی میکنه. هر روز کارتون میبینه، صبحونه حاضر میکنه و مشخص نیست پدر و مادرش اصلا کجان. یه بار وسط کارتون دیدن شبکه رو عوض میکنه و خبر فوری در مورد اتفاقات عجیبی توی دنیا میبینه. انگار چند جای مختلف یه قدرت عجیب همه چیز رو نابود کرده و بعضی فکر میکنن آدم فضایی ها بهشون حمله کردن. حتی تو بعضی منطقه ها کاملا قرنطینه شکل گرفته. استفانی بی توجه کانال رو عوض میکنه و به کارهای عادیش ادامه میده. وقتی هم داره صبحونه حاضر میکنه، صدایی از طبقه بالا شنیده میشه و یکی از توپاش میفته پایین. بچه که ترسیده داد میزنه و برمیگره تو آشپزخونه. پاش روی شیشه مربایی که شکسته میره و حالا لنگ زنان خودش رو به دستشویی میرسونه تا با باند پاشو ببنده. شب که میرسه، شام درست میکنه و 4 ظرف سر میز میچینه. انگار هنوزم منتظر پدر و مادر و برادر خودش تا برای شام به خونه بیان. بعدم طبق معمول مسواک میزنه و در حال خوندن قصه برای عروسکش میخوابه. روز بعدی هم با عروسک لایک پشتش که مورد علاقشه میخواد قایم موشک بازی کنه. سری میره به اتاق و تو قلعه که با چادر مامانش هاین خارجی هم. با متکا ملافه درست کرده قایم میشه. میبینیم که چند تا عکس خانواده‌اش هم اینجاست و وقتی داره نگاهشون میکنه یه رفع صدای وحشتناکی از خونه میاد. بچه ترسیده چشماشو میبنده و جلوی دهن خودش هم میگیره. سایه هیولایی روی ملافه پیدا میشه و بعد چند لحظه که استفانی ساکت مونده از اتاق بیرون میره. استفانی هم سعی میکنه از پنجره هیولا رو ببینه اما هیچ خبری ازش نیست و انگار در رفته. استفانی هم به عروسکش یعنی فرانسیس میگه که وقتی هیولا اومد پس باید ساکت بمونیم و حرکتی نکنیم و الا ممکنه بهمون سلمه ای بزنه. عصر میشه و استفانی داره با لایک پشتش فوتبال بازی میکنه. کلن روانی این بشر. وسط بازیشون خرگوشی سمتش میاد و معلوم میشه که خرگوش خونگی استفانی بوده. سری با ذوق بهش میگه همینجا وایسا میره براش خوراکی بیاره، ولی وقتی که برمیگرده خرگوش عدسش فرار میکنه و نمیتونه بگیرتش. استفانی هم با ناراحتی عروسکشو برمیداره و میره تو خونه. شب شده و استفانی بعد مسواک زدن داره موهاشو شونه میکنه که یه رفیق برقای خونه قطع میشه. بچه که خیلی ترسیده میاد تو اتاق و کنار تخت میشینه و یه رفیق میگه پال ازم مراقبت کن. دست کسی که روی تخت خوابیده میگیره و میفهمیم که دست پاول برادرشه اما پوسیده و انگاری مدت هاست جونش رو از دست داده. استفانی که نمیخواد مگه برادرش رو قبول کنه هی میگه ازم مراقبت کنه، تاریکی میترسم و عجیبه که یه رفعه دستم یه حرکت کوچیکی میکنه. همینطوری یکم استراحت میکنه و یه رفعه سرای وحشتناک دیگه میاد. میره به سمت اتاق دیگه و میفهمه که پنجره شکسته و کلی خونم اونجا ریخته. خون رو دنبال میکنه و میفهمه که خرگوش خونگیش به خونه برگشته اما حسابی زخمی و کلی آسیب دیده. استفانی با عصبانیت به اتاق برادرش پال میره. داد میزنه تو عوضی با خرگوش هم این کارو کردی. یهو با برشتن چوبی شروع به زدن بدن بیجون برادرش روی تخت میکنه. وقتی که پتو عروش کنار میره صورت پوسیده این پسرم معلوم میشه. دوباره میره بخوابه و چند ساعت بعد صدای وحشتناک دیگه میاد. دنبال صدا میره و از زیر زمین میبینه که ماشین لباسشویشون داره با سرعت تکون میخوره. مثل حالت عادی ماشین لباسشویی خونه ما. خلاصه که صدای دیگه هم میاد و این بار که به طبقه پایین میره میبینه که در خونه بازه و کلی هم آب و گل رو زمین ریخته. انگار یه نفر وارد شده. بچه وحشت زده است و با هر باری که رد و برق میزنه میبینه که یه نفر پشت سرشه. وقتی که استفانی خیلی میترسه میدوه توی دستشویی در رو قفل میکنه و کم کم صدای پایی نزدیکش میشه. در گرفه باز میشه و بچه جیغ میزنه اما کسایی که از در میان تو فقط پدر و مادرش اریک و جین هستن. هر ستای همو تو آغوش میگیرن و بالاخره استفانی شبو کنار پدر و مادرش میخوابه. روز بعدی هم میرسه و وقتی که اخواب بیدار میشن استفانی میبینه که پدرش داره کلی چوب توی حیاط نصب میکنه. ازش میپرسه چیکار میکنی و پدر میگه که دارم یه حصار درست میکنم تا خونمون از شر هیولاها در امان باشه. استفانی یار برادرش پال میفته و وقتی به اتاقش میره میبینه که دیگه اونجا نیستش. کمی حیاطو میگرده و میفهمه که پدر و مادر به محض اومدن بدن بیجون برادرشو خاک کردن. بچه خیلی ناراحت میشه و شروع میکنه با دستاش خاکو کنار میزنه تا برادرشو در بیاره، ولی یه رفعه صدای پدر و مادرش میشنوه که با ترس دارن صداش میکنن. به خونه برمیگره و میبینه که اونا با نگرانی دنبالش دارن میگردن و مادرم بهش میگه از این به بعد هیچ وقت بدون اجازه از اینجا خارج نشو. موقع صبحونه درست کردنم استفانی هم مادرش میپرسه مامان چرا برگشتید خونه؟
مادرم که من فکر کردم که هیولاها تو رو هم گرفتن و ببخشید چون نمیدونستم باید چیکار بکنم. استفانی هم میگه هیولا توی جنگل زندگی میکنه. خیلی هم از سر و صدا اعصابش داغون میشه، برای همین اگه موقع به خونمون اومدش باید هممون ساکت بمونیم تا خودش خارج شه. مادرم با لبخندی حرفش رو تایید میکنه. شب شده و گرف صدایی از اتاق پال میاد. ستایی به اونجا میدونن و با وحشت میبینن که پنجره شکسته و بدن بیجون پال دوباره به خونه برگشته. پدر و مادر خیلی ترسیدن اما استفانی چیزی نمیگه. سر میز شام که میشینن از پدر این پرسه هیولا پاولو به خونه برگردوند مگه نه؟ پدرم تایید میکنه و میگه که هیولا دنبال تو میگرده، باید مراقب باشی چون هر جایی که بریم دنبالمون میاد تا بتونه تو رو از ما بگیره. این حرف خیلی روی مخ استفانی میره و هنوزم مطمئن نیست پدر و مادرش چرا تنهاش گذاشتن. برای همین یواشکی به اتاق مادر میره و کلی روزنامه و متن در مورد اتفاقاتی که این اواخر افتاده میبینه، اتفاقاتی که شامل بچه‌های عجیبی هست که همشون انگاری توسط هیولا تسخیر شدن و پدر و مادر و کل همسایه ها رو از بین بردن. یه کتاب دیگه هم روی میزه که همش در مورد عمل جراحی مغزه. از اونجایی که پدر و مادرش جفتشون پزشک بودن تعجب زیادی نمیکنه و فقط وقتی صدای پای مادر میشنوه زیر میز قایم میشه. مادر به اتاق میاد و انگار یهو میزنه زیر گریه و شروع به خوندن کتابای رو میز میکنه. روز بعدی رسیده و وقتی که استفانی توی دوان حمومه پدر میاد پیشش، بهش میگه که میخوام در مورد هیولا باهات صحبت کنم. این هیولا یه موجود وحشتناک خارجی نیست، بلکه فقط درون تو روش میکنه و حاصل ناراحتی ها و حس بدته. برای همینم باید یاد بگیری خودتو کنترل کنی و الا ممکنه که تو هم مثل بچه های دیگه حوالی بدی سرت بیاد. استفانی هم قبول میکنه که خودشو کنترل کنه و یه رفعه از پدر این پرسه بابا چرا برگشتید خونه؟ پدر خیلی ناراحت میشه و با آرومی بهش میگه میترسیدم، نمیدونستم باید چی کار بکنم تا از تو و مادرت مراقبت بکنم. شب استفانی صدای پدر و مادرش رو میشنوه و با آرومی به حرفشون گوش میده. دارن در مورد قضیه بحث میکنن و پدر میگه که میتونیم اونو تحت کنترل درش بیاریم، ولی مادر میگه که تنها راهمون اینه که عمل جراحی رو مغزش بکنیم. اما پدر کاملا مخالفه و یه رفعه در آخرین جمله میگه دلم نمیخواد دخترمون استفانی رو از دست بدم. استفانی میفهمه حرف در مورد خودش بوده و با گریه به اتاق میره. بعدم میخوابه و چند ساعت بعد با صدایی از خواب میپره. صدا از بیرون میاد و وقتی سمت اتاق میره میبینه که درش بازه. میره جلوتر و یه دفعه در بسته میشه. صدا خیلی از اونجا بیشتر شده و وقتی درو باز میکنه پدرش میبینه که پشتش سمتشه. یه دفعه گردن پدر به شکلی ترسناک کاملا میچرخه و اینجاست که از خواب میپره، میفهمه همش کابوس بوده. برای کم شدن ترسش میره تا همون اتاقو چک بکنه. این بار درش بسته است و یه دفعه پدر و مادرش هم سر میره. اونو در آغوش میگیرن و استفانی میگه که تو کابوسم دیدم که هیولا منو کشتش. همینطور که همون بغل کردن یه رفعه در باز میشه و یه نیروی نامرئی پدر رو به سمت خودش میکشون. مادرم استفانی رو بغل میکنه و توی کموتی قایم میشن. یه رفعه صدای هیولا از بیرون میاد و استفانی به آرومی به مادر میگه ساکت باشه، هیچی نگو تا از اینجا بیرون بره. برای مدتی هم همین اتفاق میفته و وقتی که همه جا ساکت میشه مادر از کمد بیرون میاد. به استفانی میگه تو هم بیا، ولی یه دفعه همون نیروی نامرئی مادرم سمت خودش میکشونه. بچه که خیلی ترسیده هر که خودشو برمیداره و از پنجره میپره بیرون و پاش هم یکم آسیب میبینه، اما میره اون طرف حیات و از نردبون میخواد بره بالا و از خونه فرار کنه. همین لحظه پدر و مادر خونه بیرون میان و داد بزنن که نرو، همه چیز تموم شده. اما همین که به نزدیکی استفانی میرسن همون نیرو هر کدومشون رو به عقب پرت میکنه و انگاری که این نیرو از خود استفانی داره بیرون میاد. مادر موفق میشه در آخر استفانی رو بگیره و هر دو میان پایین. همینطور که دختر بغل کرده اتفاقات عجیبم ادامه دارن و هیولایی که انگار کلی دست بزرگم داره کنارشون روی زمین کلی ضربه میزنه. مادر هی به استفانی میگه بس کن آروم باش، اما بچه خیلی ترسیده و هرچی که بیشتر جیغ میزنه این ضربه هام قوی تر میشن. استفانی میگه ما من از هیولا دور کن و یه رفعه مادر دستمالی عجیبش در میاره، با گذاشتن جلوی صورت استفانی اونو بیهوش میکنه. ضربه ها هم تموم میشن و مادر با آرومی میگه هیولا خود توی. روز بعدی استفانی بیدار میشه و سریع پدر و مادرش بابت اتفاقات دیشب معذرت میخواد. هر دو جلوش میشینن و پدر بهش میگه که حقیقتا تو یه هیولا درون خودت داری که الان خیلی فعال تر از قبل شده و باید یاد بگیری خودتو کنترل کنی. برای این کار هم یه دونه دستگاه هیپنوتیزم جلوش میذاره و سعی میکنه که بچه رو هیپنوتیزم کنه. وقتی چشمای استفانی بستن ازش میپرسه با برادرت پاول چیکار کردی؟ استفانی میگه داشتیم با همدیگه برای هالووین چیزی درست میکردیم، ولی اون همش چیزای منو خراب میکرد و منم یه دفعه با عصبانیت داد زدم و انگار دستهای دیگه درونیم اونو کشتنش. دوباره قدرت عجیب دختر فعال میشه و همه چیز کنارشون میترکه و مادر با یه داروی دیگه اونو بیهوش میکنه.
میبینیم که سکانس بعد اونو به اتاقی بردن و میخوان بالاخره عمل جراحی مغز روش اجرا بکنن. همچنان پدر مردده، اما مادر میگه تنها راهمون همینه و اگه بتونیم از توی ذهنش احساساتش رو غیر فعال کنیم ممکنه که هیولو از بین بره. میخوان عمل شروع کنن ولی یه رفعه چشمای استفانی باز میشن. با یه حرکت ساده تمام چیزایی که دور و برش نابود میشن و عمل ناموفق میمونه. سکانس بعد پدر داره تلویزیون میبینه و توی اخبار گفته میشه که سر تا سر دنیا خیلی از پدر و مادر خواستن روی بچه‌شون عمل جراحی بکنن تا این هیولاها رو از بین ببرن، اما همیشه با یه دفاع عجیب از بچه‌ها مواجه میشن و خود پدر و مادرها جونشون رو از دست میدن. تا الانم هیچ راه حل دیگه پیدا نشده و تنها راه مقابله با این بچه‌های تسخیر شده اینه که همه‌شون رو از بین ببرید. پدر و مادر کم به هم میریزن، ولی همین لحظه استفانی بیدار میشه و جوری رفتار میکنه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی عادی خوراکیشو میخوره و میره به اتاقش. حالا پدر و مادر با هم صحبت میکنن و میفهمن تنها راهشون اینه که یه جوری بچه‌شون رو نابود بکنن. راهشون هم اینه که توی هات چاکلتش سم بریزن و پدر از استفانی میخواد که با هم یکم قدم بزنن تا بیشتر با هم صحبت کنن. همین کارم انجام میدن و اول از همه بچه از پدر معذرت میخواد که رفتار بدی نشون داده و داشته بهش آسیب میزنه. پدر لبخندی میزنه و یکم خیالش راحت میشه، اما بعد چند لحظه به تصمیم خودش عمل میکنه و هات چاکلتش رو به بچه میده. بچه میخواد بنوشتش ولی یه رفع اون قدرت درونیش هات چاکلت رو پس میزنه و میندازه زمین. هیولا کنترل بچه رو به دست میگیره و چشمای سیاه میشن. یه رفعی با قدرتش میخواد دست و پای پدر رو بشکنه، اما پدر موفق میشه تفنگش رو در بیاره و با چند تا شلیک به بچه جونش رو بگیره. سکانس بعد به خونه برگشته و مدام گریه میکنه و داد میزنه که چرا این کارو به بچه‌م کردم، ولی همسرش بهش میگه تنها راهمون همین بود و اونو در آغوش میگیره. روز بعدی میرسه و میخوان استفانیا خاک کنن که یه رفعی میبینن کاملا سالم وایساده و بهشون زل زده. بچه که حالا خیلی وحشی شده میاد تو و پدر رو به کنار میزنه، میره به طبقه بالا و مادرش رو با قدرت به در و دیوار میکوبه و میاره کنار پدرش. با ضربه چاقویی پدر رو میکشه و در آخر هم با شکستن تک تک استخونای مادر جون اونم میگیره. قبل از این افسرشون داد میزنه هیچ وقت نباید به خونه برمیگشتید. به عنوان سکانس آخر فیلم استفانی میبینیم که بیرون از خونه داره پدر و مادرش رو روی زمین میکشه و با خودش میبره. در آخر هم اونا رو توی قبر میندازه و شروع به نابود کردن تمام خونه ها و هر چی که اطرافش میکنه. همینطوری دور میمیه عقب تر و میبینیم که جای جای دنیا داره همین اتفاق میفته و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطوری که فکر میکنم همه فهمیده باشن داره در مورد هیولای درونی بچه ها صحبت میکنه. هیولایی که میتونه کنترل همه چی رو به دست بگیره و زندگی همه اطرافیان هم از بین ببره. نکته جالب این فیلم اینه که وقتی که دیگه استفانی خیلی عصبانی میشه و هیولای درونش رو قبول کرده، به پدر مادرش نمیگه که چرا منو تنها گذاشتید، همش سوال میکنه که چرا برگشتید خونه. یعنی اصلا با رفتن مشکل نداره، فقط میگه چرا برگشتید که من مجبور شم این هیولا رو دوباره رو بکنم، نتونم مثل یه آدم عادی زندگی کنم. همونطوری که اول فیلم دیدیم با اینکه سختش بود تنها بود، ولی داشت مثل یه بچه معصوم زندگی میکرد، برای خودش صبونه درست میکرد، سختی زندگی عادی شده داشت، با عروسکش بازی میکرد، دنبال خرگوشش میدوید، کلا این زندگی خیلی معمولی رو داشت میگذرون. اما با برگشتن پدر و مادرش اون هیولا دوباره کنترل همه چی رو به دست گرفت و این بار دوباره چند نفر دیگر هم کشت. میرسیم به بحثی که خب خیلی واضح داره توی فیلم نشون میده، اینکه یه پدر و مادر بچه‌شون رو ترک میکنن و بعدها برمیگردن توی زندگیش هر چقدر دلیلشون منطقی باشه. تو فیلم پدر و مادر میگن که آره دنبال راه حل بودیم، فکر میکردیم تو هم گرفته باشن، کلی دلیل میارن که خیلی هم منطقیه اینکه چرا بچه رو تنها گذاشتن، ولی برای اون بچه هیچ کدوم اینا توجیه نیستش. در آخر کار خودش رو میکنه، اون نفرتی که از برگشتن پدر و مادر پیدا کرده کار دستش میده و هیولای کنترل همه چی رو به دست میگیره. این یه نکته خیلی مهمه که توی زندگی عادیمون هم بارها ممکنه ببینیم. دوستای من بودن، دوستای شما شاید بودن که پدر و مادرشون به هر دلیلی با هم دیگه دعوا میکردن، تنهاشون میذاشتن و حتی شاید هر دو بچه رو تنها گذاشتن و رفتن کلا و اون تنهایی بزرگ شده. بعد از مدت ها بعد از 10 سال 15 سال یه دفعه برمیگردن به بچه سر میزنن. این باعث نمیشه که بچه حالش خوب شه بگه آخ جون پدر و مادرم برگشتن. اون بچه‌ای که حالا بزرگ شده دیگه از اونها متنفره، به خاطر اینکه تمام سختی های زندگیش، تمام سختی هایی که ازشون گذشته رو تقصیر اونا میندازه. الان تو زندگی این شخص پدر و مادر مقصر تمام کمبودهای زندگیشن و خب این نه تنها کمکی نمیکنه که حالشون بهتر شه، بلکه باعث میشه یه حیولای درونی که دارن رو دوباره رو بکنن و حالشون از خودشون حتی به هم بخوره، چون همیشه مقصر میدونن که شب به خاطر من بوده اونو تنها گذاشتن، با اینکه اشتباهه، با اینکه در حالی که خب این خیلی واضحه اینکه بچه رو تنها گذاشتن به خاطر مسئولیت پذیر نبودن پدر و مادره، نه اینکه بچه ایرادی داشته باشه، نه اصلا نباید اون طرف خودش رو مقصر بدونه. اما این حسیه که به هر حال با برگشتن اونو بعد از مدت ها بهش دست میده و این موضوع خب توی ایران شاید کم باشه به خاطر اینکه
عموما کسایی که بچه دار میشن، یعنی 99% کسایی که ازدواج کردن. اما تو کشورهایی که خب یه مقدار زندگی آزادتره و حالا ازدواج سفید و این چیزها هم هستش، ممکنه بیشتر پیش بیاد، چون زن و مرد بچه دار میشن، بعد مدتی با هم یوکات میکنن، مرد میره، زن تنهایی بچه رو بزرگ میکنه. خیلی هم عالیه، خیلی هم خوب بچه رو بزرگ میکنه. اما یه دفعه این مرد میزنه، بعد 20 سال دفعه برمیگرده به زندگی بچه، میگه دلم برات تنگ شده بود. بعد این حسی که بهش دست میده رو انگار میخواستن توی این فیلم به نمایش بذارن و خیلی هم خوب به نمایش گذاشته میشه. خلاصه که موضوع جالبی توی فیلمه، درست نمره پایینی گرفته، ولی مهمترین اصلش بازیگرهای خیلی خوبشن، واقعا قشنگ بازی میکنن. مخصوصا بچه‌ای که نزدیک 40 دقیقه فیلمو تنهایی داره میگذرونه، انگاری تمامش روی اکتای صورت اون، اکتای بدنشه و فوق‌العاده از پس این نقش برمیاد. دیگه همین، امیدوارم فیلم لذت برده باشید، پیشنهادتون رو بنویسید، حتما توی کانال سابسکرایب بکنید، لایک کامنت ساب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.